بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس مضمون استاتیک خوش آمدید. نام از این کورس مکس به نام کورس استاتیک یاد میشه و به فارسی همچنان نیره چی میگن؟ استاتیک میگن. و کتابی که در این کورس استفاده میکنیم عبارت از انجینیرینگ میکانیکس استاتیک میباشه، ادیشن 14 همش هست و سیستم وایدات از ایک هست به سیستم اس آی می باشه و ادیشن از ایک هست ادیشن گلوبال ادیشن یا ادیشن جهانی از ایست. پیش از اینکه بیم سر موضوع استاتیک صحبت کنیم، اول باید از بعض چیزهای اساسی رو بفهمیم پیش از اینکه به تعریف استاتیک بیم. اول چیز این مهم است که تعریف میخانیک بفهمیم. میخانیک یا به انگلیسی برش میگن میکانیکس، میخانیک یا میکانیکس عبارت از علم باشد که اجسام تحت اثر قوا مطالعه میکنه، یعنی جسمایی که به او قوا برخورد میکنه ایره چی مطالعه میکنه؟ علم میخانیک مطالعه میکنه. خود میخانیک هست به سه شاخه تقسیم میشه. یک شاخهش هم میگن میکانیکس of rigid bodies، یعنی میخانیک اجسام سخت یا mechanics of rigid bodies. یک بخش از میخانیک چی میشه؟ میخانیک اجسام سخت، یعنی او میخانیکی هست که اجسام سخت رو تحت مطالعه قرار میده. و بخش دومش از اینکه هست mechanics of deformable body. یعنی میخانیک اجسامی که شکلش قابل تغییر باشه یا دیفارم باشه. دیفارمیبل یعنی او اجسام میگه که امی شکلش قابل تغییر باشه. این شاخه دوم میخانیک است و بخش سوم شاخه سوم از اینکه است میکانیکس آف فلوید یا میخانیک مایعات. سوم از اینکه شاخه سومش میخانیک مایعات است یا میکانیکس آف فلوید می باشه، به سه شاخه تقسیم شده. حالا میایم کمی شاخه اول از اینکه میکانیکس آف ریجید بوده میخانیک آف ریجید بادی. شاخه اول از اینکه هستم از میخانیک می باشه و ای خود از اینکه هستم ای به دو شاخه تقسیم میشه. یکیش به نام استاتیک یاد میکنم و دیگهش به نام دینامیک. استاتیک و دیگه دینامیک. حالا میم سر استاتیک صحبت میکنیم و بعدا سر دینامیک. خود استاتیک هست، خود کلمه استاتیک به چی معنی؟ به معنی سکون یا چی؟ یا تعادل معنی میده. تعادل یعنی او اجسام ما تحت مطالعه قرار میدیم که اجسام بالت چی بریم؟ بالت تعادل بریم، یعنی تعادل از ایره ما بتانیم برقرار کنیم. اجسام میتونه که در استاتیک در حالت سکون باشه و همچنان میتونه که در حالت که سرعت ثابت باشه. اجسام میتونه در دو حالت مطالعه کنه، یعنی در حالت سکون هم میتونه استاتیک مطالعه کنه و همچنان میتونه که در حالتی که سرعتش ثابت باشه در حالت استاتیک میتونه مطالعه کنه. یعنی که تعجیل در اینجا چیست؟ در استاتیک تعجیل مساوی به صفر است. وقتی که تعجیل مساوی به صفر باشه ما فرمول داریم که F مساوی به M ضرب A. M ضرب A و اینجا که A را ما مساوی به صفر قرار بدیم
این میشه اف مساوی به صفر، یعنی تمام قوه هایی که بالا یک جسم عمل میکنه باید مساوی به چی باشه؟ صفر باشه. یعنی استاتیک این مضمون رو به خاطر میخوانیم که تمام اجسام که مطالعه میکنیم این باید از تمام قوه هایی که بالای زی عمل کرده باید مساوی به صفر باشه. یعنی اگر در حالت سکون می باشه در حالت سکون خود حفظ کنه، و اگر در حالت حرکت می باشه صورت ثابت داره اما حرکت ثابت خود حفظ کنه. به خاطر از این ما استاتیک میخوانیم. و همچنان یک چیز دیگه در استاتیک مهم است که باید از اجسام چی باشه؟ اجسام سخت است. سخت یعنی قابل تغییر نباشه. یه چیز بسیار مهم است. حالا می سر چی بس میکنیم؟ سر دینامیک. دینامیک است اجسام مطالعه میکنه که در حالت حرکت باشه و سرعتش ثابت نباشه. سرعت ثابت نباشه و اجسام مطالعه میکنه که سرعتش ثابت نباشه. و خود دینامیک هست کلمه شی بیانامی تکیانه در حالت حرکت دارد تغییر سرعت. یعنی وقتی که ما گفتیم که سرعت ثابت نیست، یعنی به این معنی که تجیل خلاف صفر است. یعنی تجیل وجود داره. وقت تجیل وجود داشته به این معنی که سرعت همیشه تغییر کرده میره. و این چیز در یک اجسام چی محاسبه میکنه یا چی مطالعه میکنه؟ بخش دینامیک مطالعه میکنه. حالا میخوایم سر سیستم واحدات گپ بزنیم یا یونت گپ بزنیم. ما در استاتیک از دو نوع سیستم زیادتر استفاده میکنیم. یکی از سیستم SI میباشه یا اینترنشنال سیستم. و دیگه که است US Customary System. این دو نوع سیستم ما زیادتر وقت در استاتیک استفاده میکنیم. حالا میگم که چهار واحد مهم ما در استاتیک زیادتر وقت استفاده میکنیم که یکیش است لنت است، دیگهش که است تایم است، دیگه که است کتله یا ماس است، و دیگه فورس یا قوه. لنت طول میگه، تایم زمان، ماس کتله، ماس کتله و فورس قوه. این چهار واحد مهم در استاتیک استفاده میشه. حالا میگم که در سیستم SI یا سیستم اینترنشنال که است واحد طول که است متر است، و زمان یا تایم با سکند نمایش داده میشه یا با اس، و دیگه کتله که است در سیستم SI که است کیلوگرم، و قوه که است با نیوتن. دیگه که است در سیستم امریکایی که است طول به فوت نشان داده میشه FT فوت، و زمان به سکند، و ماس که است که کتله به سلگ، و قوه که است به پاوند نمایش داده میشه. حالا که اصلا میم سر چی تبدیل واحدات. چطور ما میخواییم از یک سیستم به سیستم دیگه تبدیل کنیم؟ اگر ما بخواییم که یک پاوند تبدیل کنیم به چی؟ به نیوتن. یک پاوند مساوی میشه به 4.448 نیوتن، و یک سلگ مساوی میشه به 14.59 کیلوگرم.
وياك فوتما مساوي مشابه 0.304 متر. دیگه کس یک تن ما مساوی میشه به 2000 پوند و یک مایل ما مساوی میشه به 5280 فوت و یک فوت ما مساوی میشه به 12 اینچ. دیگه چیز دیگه مهم که هست که زیاد استفاده میشه یک کپ. یک کپ به این معنا که یک کیلو پاوند. یک کپ یا یک کیلو پاوند ما مساوی میشه به 1000 پاوند. این بود تبدیل واحدات که در استاتیک بسیار زیاد استفاده میشه. اینمی چیز هست که در استاتیک استفاده میشه. حالا میخواییم که کمیت هایی که در استاتیک استفاده میشه ما دو نوع کمیت داریم. کمیت ها یکی کمیت سکالریست یا برش میگن سکیلر، کمیت سکالری و دیگه کسته کمیت ویکتوری. یکیش که از scalar quantity و دیگه که از vector quantity است. این دو نوع کمیت ها زیادتر در استاتیک استفاده میشه. حالا ما سر کمیت وکتوری و کمیت سکالری صحبت میکنیم. کمیت سکالری که است صرف چیست مقدار مشخص میکنه. مقدار را مشخص میکند. صحیح در کمیت سکالری که صرف چیره بر ما میته، بر ما مقدار میته، جهت بر ما نمیته. وقتی مقدار داده چی میشه؟ کمیت سکالری میشه. مثلا چی بگیم؟ مثلا میگیم سپید. سپید یا تیزی. تیزی که هستم یا سپید که هستم مثلا میگیم 25 متر بر سکند. این چی هست؟ تیزی هستم. یعنی به جهت ضرورت نداره، صرف چیست هم کمیت سکالری است. دیگه اگر مثلا بگویم دستنس یا فاصله چی است؟ مثلا میگیم 25 متر یا هم چیست هم کمیت سکالری است. یعنی به جهت ضرورت نداره، میگیم 25 متر ما فاصله را تای کردیم. این مهم نیست که به کدام جهت ما تای کردیم. و دیگه میتونیم بگویم که ایج یا سن. مثلا میگیم ما چند سال داریم؟ 25 سال عمر ماست. صحیح است. این کمیت چیست؟ کمیت سکالری است. حالا میریم سر کمیت وکتوری. دو ما که بسیار مهم است کمیت وکتوری است. کمیت وکتوری بر ما چیز نشان میده؟ یکی مقدار نشان میده، دیگه چیز نشان میده؟ دیگه بر ما جهت نشان میده. دو چیز نشان میده، یکی جهت و دیگه مقدار. وی بسیار زیاد استفاده میشه در مضمون استاتیک و در مضمون های انجینری زیاد استفاده میشه، به خاطر که ما جهت هم مهم است، بر ما مقدار هم مهم است. مثلا اگه ما بگیم که ویلوسیتی یا سرعت، مثلا میگیم 25 متر یا 2 متر بر سکند چی است؟ به طرف شرق. یعنی هم مقدار شدک هم چی شدک؟ جهت شدک. این که سرعت. سرعت همیشه وقت چیست؟ کمیت ویکتوری است. یعنی هم به جهت ارتباط داره و هم به مقدارش. دیگه که است ما مثلا میتونیم بگویم که قوا، فورس یا قوا، یا کمیت چیست؟ ویکتوری است. مثلا میگیم که
بيس نيوتن مقوى ورد كده بطرف شيء بطرف مثلا بطرف تشاب يعني بطرف تشاب مو شيء بيس نيوتن قوى ورد كده ده كان مثلا كميت أنا قلت لك acceleration أو تأجيل مثلا ميجي منفي بيس متر بر سكنت مربع یعنی این منفی که است چیز نشان میده جاتا نشان میده یعنی این تجیل ما چیست تجیل کم شوینده است اگر ما منفی رو نتیم میدنم میفهم که این چرا خم تجیل است تجیل کم شوینده است و تجیل زیاد شوینده اگر ما این رو خم بویم که مثبت 20 متر بر سیکند مربع این چیست تجیل است که افزود میشه یعنی زیاد شوینده است تجیل کم شوینده نیست تجیل زیاد شوینده است این که است کمیت چیست کمیت ویکتوری میتونم دیگه مثال بدیم کمیت ویکتوری است سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.